بسم الله الرحمن الرحیم شست و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا را داشتیم در روزهای آغازین ماه مبارک رمضان. نکته اول اینکه ما امروز با ویروس جدیدی مواجه شدیم که قدرت سرایتش هفتاد درصد بیشتر از ویروس قبلی است یعنی ویروس ووهانیس است این ویروس انگلیسی است و بنابراین ما امروز با یک شدتی از جانب این ویروس مواجه شدیم خب به قول معروف وقتی آرزیرو ما پایین هست آرزیرو به گونه ای هست که ابتلا مثلا یک نفر دو نفر رو سه نفر رو مبتلا میکنه این یه جوریه یه زمانی که آرزی رو تغییر میکنه و ما میرسیم به نقطه ای که هر یک ابتلا ممکنه پنج نفر رو یا هفت نفر رو مبتلا بکنه بنابراین شرایط ما امروز با شرایط قبلی متفاوته حرفی که این روزهای اخیر سازمان جهانی بهداشت زد و اعلام کرد که شرایط در دو ماه گذشته بسیار نگران کننده بوده و بعد آماری که داد گفت که در این دو ماه گذشته هر هفته سرایت ویروس دو برابر شده نسبت به هفته های قبل خب پیداست یک حرکت بسیار وسیع از طریق این ویروس جهش یافته امروز ما مواجهیم حتی با یک کشورهایی که کمتر از هم مواجه بودند تو این ایام مواجه شدند با یه مشکلات زیادی من با چند نفر از سران این کشورهای اطرافمون صحبت میکردم همه اونها مواجه با یک موج بسیار جدید و فضاینده در این ایام خب حالا با این موج فضاینده چه کار باید بکنیم ببینید در این داستان برای اینکه ما بتونیم یک موفقیتی رو به دست بیاریم یک پروتکل نمیتونه چاره ساز باشه همه پروتکل ها باید دست به دست هم بدن اگر کسی بگه آه من به جای روزی سه مرتبه ده مرتبه دست نمیشورم خب دست شستن یه پروتکله این کافی نیست باید ماسک هم بزنه بگه من دستم شستم ماسک هم زدم نه اینم کافی نیست باید فاصله رو مراعات بکنه فاصله رو مراعات کرد باز هم کافی نیست باید ترددها ترددهای ضرور باشه هر ترددی تجمعات هم نباید انجام بگیره فضایی هم که قرار میگیریم باید فضایی باشه که دارای تهویه باشه هم کسی هم که مبتلا هست باید بلا ایزوله بشه و از جامعه جدا بشه و اگر کسی با او تماس داشته او هم چک بشه اگر کسی ایزوله بود و تخلف کرد با این تخلف شدید برخورد بشه خب این همه باید دست به دست هم بده یعنی در این داستان هیچ عاملی به تنهایی نمیتونه حل بکنه مسئله رو یعنی شما بگید آه همه مردم دور همی رو انجام نمیدن خب دور همی انجام ندن بقیه کارا چی؟ بقیه کارا انجام بگیره خب بازم همونه همه اونا بگن آقا هیچکس مسافرت نمیره اصلا تا شیش ماه دیگه کسی سفر نمیره حل میشه؟ حل نمیشه سفر هم که نریم سفر در اون هم باید به دقل برسه سفر در اون شهری هم به دقل میرسه باز هم باید پروتکل رو ما مراعات کنیم تو یک ماشین که نمیشه هفت نفر میشینن حالا غیر از تخلف رانندگی از نظر ویروسی هم ما نمیتونیم اینها رو کنترل بکنیم بگیم ما همه اینها رو ما انجام میدیم تو یک جای کوچکی صد نفر جمع میشیم تهویه مناسب هم نیست فاصله هم نیست خب باز هم نمیشه پس بنابراین هیچ کس نیاد یک موضوع رو بگه آقا مشکل فقط این یکی است همه یکی هم باید حل بشه نه همه موضوعات با هم باید حل بشه همه هم جای خودشون رو دارن باید همه اینها برگرده به یک موضوع البته میتونیم در یه جا جمع کنیم و اون اینکه سبک زندگی باید عوض بشه بله در یک کلمه ما میتونیم جمع کنیم همه اینها میتونه جمع بشه در یک کلمه سبک زندگی که هم سفر رو به ما میگه کجا بریم کجا نریم هم ماسک رو به ما میگه هم دوره همی رو به ما میگه هم فاصله از فسی که مبتلا است میگه همه اینها هم ایزول شدن میگه تمام اینها رو با هم به ما میگه اگر جمع کنیم در کلمه سبک زندگی شاید این کلمه ای باشه که بتونه مسیر و راه رو برای ما به طور کامل مشخص بکنیم حالا معمولا ما وقتی در شرایط آرامش قرار میگیریم و از خوب میشه مرگ و میره میاد پایین مثلا دو رقمی میشه دو هم باز میاد مثلا از پنجاه به پایین اون وقتی یک مسابقه شروع میشه او یکی میگه من این کار کردم او یکی میگه من این کار کردم او یکی میگه آقا ستاد خیلی موجزه کرد اون یکی میگه قرارگاه موجزه کرد اون یکی میگه فلان وزارت خونه معجزه کرد یکی میگه محل مهوری معجزه کرد و وقتی که اینجوری میشه وقتی به عکس میشه یعنی شرایطی که مردم متاسفانه پروتکل ها رو مراعات نمی کنن با یک ویروس جهش یافته مواجه میشیم اینجا داستان تغییر میکنه هر کسی میخواد این رو به گردن دیگری بندازه بگه آقا من خیلی خوب عمل کردم بخش من خیلی خوب عمل کرده او یکی بخش بود مقصره او یکی بخشم بگه آ من منم خوب عمل کردم این بخش سومه که مقصره نه واقعا در شرایطی که مشکل پیش میاد همه به فکر باشیم باز هم دست به دست هم بدیم ممکنه یه بخشی مشکلش بیشتر بوده یه بخشی مشکلش کمتر بوده ناچاریم همه دست به دست هم بدیم و همه تریبون ها هم باید توش هشدار باشه هم باید آرامش باشه ما تریبونی نباید داشته باشیم که توش آرامش رو به هم بزنی یعنی همه اصلا گیچن ندونن چی شده چی، اصلا چی کار باید بکنن تریبون هم باید آموزش بده به مردم هم تریبون باید آرامش بده به مردم هم هم هشدارهای لازم رو به مردم بده متوازن در کنار هم برای اینکه ما برسیم به نقطه مطلوب خب معلومه ما از این آغاز تا حالا سه تا موج داشتیم به هر حال به همدلله از سه موج هم عبور کردیم جوری هم نبوده که موجهای ما سنگینتر از موجهایی باشه که در اروپا و جاهای دیگه پیش آمده اونا هم با همچنین موجهای اینا مواجه شدن خب ما تجربه موج دومه داریم تجربه موج سومه داریم البته این موج موج چهارم موج بلندتری هست متفاوت سختتره ولی از همون تجربه ها ما باید استفاده کنیم تا از این موج چهارم عبور بکنیم هفته ای که ما درش قرار گرفتیم یعنی هفته ای که از امروز شنبه شروع شده هفته سختی هست هفته پیش هم سخت بود البته ولی این هفته هفته سختری هست باید همه مراعات بکنیم همه دست به دست هم بدیم پروتکل ها واقعا تو این هفته باید بره 90 درصد برسه اگر همه آمار همین امروز هم جاهای خوب آمار مثلا در این شرایط سخت 70 درصد بود 75 درصد بود این کافی نیست ما باید مراعات ما برسه به 85 90 تا ما بتونیم تو هفته های آینده به تدریج این موج رو مهار بکنیم کوتاه بکنیم و برسیم به یک نقطه ای که نقطه باثبات البته استان ها مثل هم نیستن بسیاری از استان هایی که ما امروز دیدیم در موج حرکت به سمت بالا هنوز هستن هنوز اصلا نرسیدن به نقطه پیک که ما بگیم حالا رسیدند. از اینجا دیگه حالا کم کم آرامش اصلا در مسیر پیک بالاترن بسیاری از اون ها بعضی از استان ها یه خب یه مقداری کمتر ولی در مجموع به همه ما هشدار میده که همه ما باید به طور کامل مسئله رو مراعات بکنیم و توجه بکنیم امروز در جلسه ما یک بحث بسیار مفصلی راجع به واکسن شد که از کی واکسن آمد به بازار از کی کشورها سفارش دادن ما چه کار کردیم ما امروز داریم چه کار میکنیم و واکسن چه نقش میتونه داشته باشه و واکسن یک بار نیست که ما بگیم آقا یه بار واکسن رم زدیم تا الی آخر عمر خلاص نه ممکنه این واکسنی که ما میزنیم شیش ماه دیگه لازم باشه دو مرتبه واکسن تزریق بشه بنابراین اینا هنوز داستانش داستان روشنی نیست ولی امروز وزارت بهداشت درمان ما میگه این واکسن چیزی نیست که یک مسئولیت دو ساله ایجاد کنه حتی یک ساله ایجاد کنه بنابراین ما باید به فکر تهیه واکسن انبو برای ماهای بعد حتی برای سال بعد حتی احتمالا برای سالهای بعد باید باشیم تا از این مسئله عبور کنیم خب یادمون نره بعضی یا حافظهشون ضعیف شده یادمون نره اون روزی که ما رفتیم واکسن تهیه کنیم از روسیه و چین چه فضایی درست شد تو فضای مجازی و تو روزنامه ها و تو بعضی از مراکز رسمی و آدمایی بودند مثلا یه فردی که حالا به حال مسئولیتی داره آمد پشت تریبون اعلام کرد گفت من این واکسن را نمیزنم با افتخار حالا مثلا خیلی براش مهم بود من این رو نمیزنم خب اون اون یکی متخصص بود گفت که از روس اگر بیارید من نمیزنم خب اون یکی گفت از چین اگر بیارید من نمیزنم شما یادتون هست نامه هایی که برای من نوشتن هست تو دفتر من پزشکایی که امضا کردن برخی از تشکیلات های پزشکی که اونام نامه نوشتن رئیسشون نامه نوشته نوشته آقا این واکسن رو نیارید از روس نیارید از چین نیارید اینا به درد نمیخوره اینا خطرناکه خب اون روز که ما میخواستیم تهیه کنیم شما آمدید یک تزلزل درست کردید برای اونهایی که دنبال خرید واکسن بودن دنبال تهیه واکسن بودن. تزلزل حتی میخواستید در بزارت بهداشت درمان ما درست کنید اینا ما تزلزلشن نخره البته ما گوش نکردیم بعضی به من نامه نوشتن که آقا فلان و فلان کشور واکسنشون مورد تایید سازمان جهانی بهداشت نیست شما حق ندارید بخرید اگه بخرید عله میکنیم ما بله میکنیم حالا هنوزم نشده هنوزم اون کشورهایی که ما ازش میخریم سازمان جهانی بهداشت هنوز تایید نکرده خب ما یادمون نره چی گفتیم دیروز حالا امروز چی میگیم همون آدما همون آدمایی که میگفتن نخرید حالا امروز اومدم میگه چرا کم خریدید چرا چرا زودتر نخریدید چرا اونجوری نخریدید چرا اونجا نخریدید چرا اینجا نخریدید خب بیاییم با منصفانه رفتار بکنیم ما همه میدونیم واکسن یک ضرورت الان واکسنی هم که به درد میخوره ما باید بخریم حتما باید وزارت به بهداشت درمان ما تایید کنه ما که نمیتونیم ما جای دیگر نداریم ما که نمیتونیم بگیم ما از فلان کشور فلان واکسن برید بخریم، اون جایی که میتونه به ما بگه این واکسن مجاز شما بخرید وزارت به بهداشت درمان البته من تاکید کردم بازم تاکید میکنم خوشبختانه وزیر بهداشت ما هم همین رو تاکید میکنه اگر یک شرکت معتبری که مورد قبول وزارت بهداشت درمان ماست توان داره دا میتونه بره واکسنی رو بخره بیاره با قیمت نیمایی نه چار و دویستی و میتونه در بازار بیاد در عرضه کنه برای مردم اهلا و سلام ما سه هیچ مشکل نداریم برید خریداری کنید بیارید و حالا تو جلسه گفته شد بعضی از جاها یک توفیقاتی به دست آوردن حالا هر که موفق به حال بره بیاره یک بیمارستان خصوصی اشکال نداره یک شرکت خصوصی اشکال نداره یک نهاد حسم میخواد بیاره اشکال نداره حالا هر که تونست بیاره به هر حال البته باید نوع واکسن چارچوب همه را وزارت بهداشت درمان ما تایید کنه بیاره و بگه و ما بیاریم واکسن در اختیار مردم قرار بدیم واکسن بیشتر برای اینکه مردم راحتی بیشتری داشته باشن همه توانمون هم ما میذاریم برای اینکه واکسن داخلی ما زودتر به نتیجه برسه حالا در داخل هم جای مختلفی هستن دارن تلاش میکنم. بعضی ممکنه زودتر به نتیجه برسه بعضی ممکنه دیرتر به نتیجه برسه اما برای ما مهم روپای خودمون وایسیم واکسن داخلی داشته باشیم خیلی امید داریم که تابستان بتونیم از واکسن داخلی خودمون استفاده کنیم و امروز یعنی در این دو ماه حالا ماه اول بهار تقریبا روزهای پایانی شه دو ماه پیش روی ما از بهار ما هر چه میتونیم باید واکسن از خارج بریم بخریم بیاریم چه اون 16 میلیون خورده ای که از کوواکس گرفتیم باید زودتر از اونا بگیریم بیاریم هر چه سریعتر ممکنه چه از اون کشورهایی که قرارداد بستیم بخشش آوردیم بخش دیگریش باید بیاریم خوشبختانه معلوم شد تا پایان همین هفته نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار واکسن تزریقش انجام میگیره انشاءالله و اون گروه اول ما که برای ما خیلی مهم بود اونا واکسن دریافت میکنن میریم وارد گروه دوم میشیم 7 میلیون نفرن که اگر ما بتونیم واکسن برای اونا بیاریم و اونا تزریق بکنن اونایی که سنشون از سن 65 به بالا هست خب خیلی شرایط اون وقت متفاوت میشه همه تلاش ها بر اینه که انشالله واکسن بیاریم در اختیار مردم قرار بدیم و مردم بتونند از این مسئله با یک اطمینان خاطر بیشتری با آینده نگاه کنند و نکته آخرین که ما برای تخت بیمارستانی تلاش خواهیم کرد تو همین چند ماه باقی مونده دولت انشالله هزارها تخت بیمارستانی رو آماده بکنیم آقای دکتر نمکی این تخت ها رو آماده کرده یه مقدار تزریق میخواد تو این مثلا 90 درصد 95 درصد اینا آماده شده انشالله این کار رو این هفته این تزریق مالی که باید انجام بگیره انجام بدیم انشالله اون تخت ها هم آماده میشه برای اینکه ما بتونیم با یک راحتی بیشتر و آرامش بیشتری انشالله این هفته های سخت رو بگذرونیم تردیدی من ندارم با همکاری همدیگر. با تلاش و فداکاری کادر درمان ما که بار بسیار سخت و سنگینی در این چهارده ماه بر دوش داشته و باز هم این بار رو بر دوش خواهد داشت انشاءالله ما از این موارد ظرف یکی دو هفته آینده عبور میکنیم این خطهایی که همش داره اوج میگیره انشالله سرهاش خم میشه به سمت پایین و یک آرامشی رو ما باش مواجه میشیم و انشالله امیدواریم ماه رمضانی پر برکت و پر رحمت از جانب خداوند برای همه ما مقرر شده باشه و سلام علیکم و رحمت الله